درخواست شورای امنیت سازمان ملل از توقف فوری حملات حوثی‌ها. اعضای شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کردند و خواهان توقف این حملات شدند. سنتکام از انهدام 7 موشک ضد کشتی، 3 پهباد و 3 کانتینر نگهداری اسلحه حوثی‌ها خبر داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه دوشنبه 28 اسفند در بیانیه‌ای حملات حوثی‌های یمن علیه کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری تمامی این حملات شد. حوثی‌های مورد حمایت ایران از نوامبر 2023 کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن را هدف قرار دادند و می‌گویند حملات آنها تا پایان جنگ اسرائیل در غزه ادامه خواهد داشت. شورای امنیت در بیانیه خود حمله حوثی‌ها به کشتی ترو کانفیدنس را به شدت محکوم کرده است. در حمله موشکی حوثی‌ها در 6 مارس به کشتی تجاری ترو کانفیدنس در دریای سرخ 3 ملوان فیلیپینی و ویتنامی کشته شدند. حوثی‌ها مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفتند. اعضای شورای امنیت در بیانیه خود ضمن اشاره به حمله حوثی‌ها به کشتی بریتانیایی روبیمار تأکید کردند که این کشتی پس از غرق شدن سایر کشتی‌های در حال تردد در منطقه را با خطر مواجه کرده است. روبیمار حامل 21,000 تن کود شیمیایی بوده و غرق شدن آن صخره‌های مرجانی و موجودات دریایی را مورد تهدید قرار داده است. اعضای شورا همچنین بر اهمیت اجرای کامل قطعنامه 2216 و قطعنامه‌های بعدی که خواستار پایان دادن به خشونت در یمن و همه اقدامات یکجانبه‌ای که روند سیاسی در این کشور را تهدید می‌کند تأکید کردند. شورای امنیت همچنین باز هم خواستار آزادی فوری کشتی باری گالاکسی لیدر ژاپنی و 25 خدمه آن شد که بیش از 100 روز است به طور غیرقانونی توسط حوثی‌ها بازداشت شدند. حوثی‌ها این کشتی باری را که یک گروه کشتیرانی ژاپنی اداره می‌کند و مرتبط با یک شرکت اسرائیلی است، 19 نوامبر سال گذشته توقیف کردند. شورای امنیت در اولین نشست خود در سال جاری میلادی هم با صدور بیانیه‌ای از حوثی‌های یمن خواسته بود تا حملات به کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن را متوقف کنند. شبکه المیادین وابسته به حزب الله لبنان گزارش داده است که شامگاه دوشنبه 18 مارس آمریکا و بریتانیا 10 بار مناطق الجبانه و الفازه در استان ساحلی هدیده واقع در غرب یمن را بمباران کردند. منابع آمریکایی و بریتانیایی هنوز این خبر را رسما تایید نکردند. همزمان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا هم شامگاه دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس از انهدام 7 موشک ضد کشتی، 3 پهباد و 3 کانتینر نگهداری سلاح در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر داد.